دریای ایرانیان، اریتره، دریایی که از خلیج فارس تا کانال سوئز امتداد داشته. حقیقتی که دوست ندارن شما راجبش چیزی بدونید. با من تا انتهای این ویدیو همراه باش. سلام، نوید هستم و با قسمت 12 از فصل دوم تاریخ به روایت هرودوت در خدمت شما عزیزان و گرامیان. بله، تو این قسمت قرار هستش راجع به یک دریایی صحبت کنیم که سعی شده و تلاش میشه که هیچ مخاطبی هیچ اطلاعی از اون نداشته باشه، یعنی دریای اریتره یا همون دریای ایرانیان، که هرودوت تو کتاب خودش بارها و بارها به این دریا اشاره کرد. پس بی‌معطلی میریم سراغ بند 11 از تاریخ هرودوت، کتاب دوم. هرودوت اینطور ادامه میده که در عربستان که از مصر چندان دور نیست، تو قسمت قبلی گفتیم که مصر همون تنگه‌ای هستش که رود نیل ایجاد میکنه توی گستره مصر و بین دو رشته‌کوه عربستان و رشته‌کوه‌های لیبی طبق ادعای هرودوت محصور هستش و همسایگی مصر باستان رو اعراب در خود مصر امروزی داشتن و از اون طرف هم لیبیایی‌ها. پس عربستان چندان از مصر دور نیست، بلکه همسایه دیوار به دیوارش هم هستش. بله، دریای معروف به اریتره داخل گیومه دریای سرخ خلیجی تشکیل می‌دهد که درازا و پهنای آن چنین است: در طول از انتهای خلیج تا دریای آزاد به اندازه 40 روز با قایق پارویی راه است، که اندازه ها رو با هم رو نقشه خواهیم دید. و اینجا منظورش از دریای آزاد به نوعی همون اقیانوس امروزی هند هستش، که حالا جلوتر خودش اشاره میکنه به دریای جنوبی یا آبهای جنوبی. و اینطور ادامه میده که در عرض در پهن‌ترین نقطه نصف روز کافی است. در اینجا هر روز آبکاست و آبجاست، یعنی همون جزر اومد، احساس میشه. بیگمان مصر پیش از این خلیج دومی از همین گونه بوده. یعنی چی؟ این سرزمین رو که به عنوان مصر ازش یاد میکنم که در امتداد رود نیل هست، طبق باور هرودوت باید یک خلیجی باشه. مثل چی؟ مثل همین دریای سرخ امروزی، که این مشخصات که هرودوت الان گفت مشخصاتی که با دریای سرخ انطباق پیدا میکنه. و هرودوت میگه که مصر هم به همین شکل بوده، یه خلیج بوده از اون بالا تا نزدیکای اتیوپی، که میگه که از دریای شمالی به سوی اتیوپی امتداد داشته. یه نکته هست، دریای شمالی اگه تو نقشه نگاه کنید، طبق ادعای هرودوت میشه دریای مدیترانه، و البته یه جای دیگه هم درباره دریای سیاه همین عبارت به نوعی به کار میره، که دریای سیاه و مدیترانه همونطور که میدونیم به هم متصلن و این دو دریای جدا از هم رو امروزه در گذشته یک دریا به نوعی فرض میکردن. همونطور که در ادامه وقتی راجع به دریای ایرانیان یا اریتره صحبت بکنم متوجه میشی که چند دریای امروزی شامل یک دریا در اون دوره، یعنی دوره هرودوت می شده. پس میگه این خلیج دوم اگر وجود می داشته، که حالا هرودوت اعتقاد داره توی سالیان خیلی دور وجود داشته، باید از اون دریای مدیترانه که دریای شمالی باشه تا نزدیکی اتیوپی این خلیج وجود داشته باشه. اما میگه که حال آنکه خلیج عربی اینجا دریای سرخ رو که در اصل یک خلیج هست رو داره هرودوت با نام خلیج عربی ازش نام میبره. و نکتهش اینجاست که در بالا هم صحبتی که کرد گفت دریای معروف به اریتره خلیجی تشکیل میده، یعنی خلیج عربی یا دریای سرخ امروزی بخشی از یک دریای بزرگتر به نام دریای اریتره هستش. حالا آیا این چیزی که هرودوت میگه در ارتباط با خلیج عربی درست هست یا نه، و باید این دریای سرخ رو یک دریای خلیج عربی بنامیم؟ اگر این گزارش که هرودوت کرده
در ارتباط با ساکنین اطراف این دریای خلیج، یعنی دریای سرخ که سمت شرقی اون عربستان امروزی هست و عرب ساکن هستن همین امروز، و در سمت غربیش که مصر و اتیوپی و اینها باشن، هرودوت اونطوری که گزارش میکنه میگه از نواحی شمال به جنوب اسم اون رشته کوه ها رشته کوه عربستانه و عربستان در همسایگی مصر وجود داشته. پس دور تا دور این خلیج رو یا دریای سرخ رو عرب ساکن بودن و اگر نام خلیج عربی در اون بازه زمانی روی این دریا گذاشته شده باشه اسم بی ربطی نیست. اما از این طرف ما یه دریایی داریم که امروزه بهش میگن دریای عرب، توی نقشه ها سعی شده این جا داده بشه به زور، مثل همین داستان خلیج فارس که خلیج عربیش میکنن. این یه مقدار مضحک هستش چون نه سابقه تاریخی داره این نام، و از اون طرف هم در آینده میتونه مشکلات زیادی رو، حتی همین امروز هم میتونه مشکلات زیادی رو برای کسایی که تحقیق میکنن و توی ابتدای کار هستن و تحقیقاتشون آنچنان عمق نداره، باعث سردرگمی بشه. وقتی مورخی صحبت از دریای عربی یا خلیج عربی میکنه مثل هرودوت تو اینجا، ممکنه اینها ذهنشون بره سمت همین دریای جعلی عربی که امروز نامگذاری شده، در حالی که این دریایی که امروز بهش میگن دریای عربی در اصل چیه؟ همون دریای اریتره یا دریای ایرانیان هستش، یا بهتر بگم بخشی از اون دریای بزرگی هست که از خلیج فارس شروع میشده همونطوری که هرودوت میگه تا کانال سوئز ادامه داشته، و این دریا رو به صورت کلی بهش اریتره گفته می شده. و ما باید که دوباره سعی کنیم این نام های کهن رو یک جوری با تبلیغات زیاد و همینطور بحث‌ها و گفتگوهایی که بین خودمون حداقل صورت میدیم توی جمع‌های خودمون، این نام رو دوباره احیا بکنیم، نام اریتره یا اریتراس که یکی از سرداران پارسی بوده، و توی ویدیوی مربوط به خلیج فارس یا دریای سرخ ما اینو راجبش صحبت کردیم به صورت مفصل که میتونیم بهش رجوع بکنید. ما باید این نام رو دوباره احیا بکنیم و به این شکل میتونیم اون حوزه تمدنیمون رو در باب فرهنگی تا اریتره و اتیوپی امروزی هم گسترش بدیم و با این کار پیوندهای فرهنگی و حتی نژادی خودمون با مردمانی که در آن سوی سرزمین ها، یعنی در قلب آفریقا هستند، رو هم محکم و محکمتر کنیم. بله، هرودوت میگه که حالا که خلیج عربی که توضیح دادیم راجبش دریای جنوب به سوی سوریه گسترده بوده است، یعنی اون دریایی که راجبش گفتم امروزه بهش میگیم اقیانوس هند یا ایندیا یا انتها، و دریای آزادی بوده که کمتر، یا میشه گفت در اون بازه زمانی یعنی زمان هرودوت، فقط نزدیکش میشدن و وارد به اون دریا نمیتونستن بشن چون راهی بوده بی بازگشت با اون تکنولوژی که در اون زمان از لحاظ دریا نوردی مردمان داشتن. و همونطور که هرودوت میگه این دریا یا خلیج که خلیج عربی باشه از اقیانوس هند شروع میشه تا کجا؟ تا سوریه امتداد داره که یکی از این دوتا شاخه هستش که امروز میبینیم از دریای سرخ در دو طرف صحرای سینا کشیده شدن که یکیش به سمت سوریه هستش. حوزه‌های آنها تقریبا به هم میپیوستند و فقط نوار باریک آنها را از هم جدا میکرده است. حالا اینطور فرض میکنه که در صورتی که این دوتا خلیج باشند، اینها حوزه مشترکی هم با هم دارند. اگه فرض کنیم روزگاری رود نیل به خلیج عربی میریخته است یا همین دریای سرخ، چه چیز مانع از آن خواهد شد که طی 20,000 سال رسوبات آن این خلیج را پر کنند؟ مدعیه که این رود نیل یک خلیج بزرگ بوده و کم کم این رسوبات که انباش شدن اومده بالا و این سرزمین امروزی مصر رو، یا این جغرافیایی که مصریان اون دوره اومدن و در اطرافش ساکن شدن رو تشکیل داده، و قبل از این یک خلیج بوده، یعنی پهنه رود نیل انقدر گسترده بوده که به صورت یک خلیج بوده. اما باید بگم که به نوعی کاربرد رود و خلیج با هم متفاوتن، مثل خلیج فارس. حالا باز کسایی که کارشناس حوزه های آبی هستن میتونن بهتر توضیح بدن، اما رودها یک مسیر رو دارن در اصل، یعنی یک سرچشمه دارن و یک
دلتایی که رود در اون خالی میشه و جهت حرکت آب در رودها به نوعی یک طرفه هستش، اما در ارتباط با خلیج و دریا اینطور نیستش تا اونجا که حالا من اطلاع دارم. و آب بنا به حالا اون وزش باد و جریانات مختلف سمت و سوی حرکتش متفاوته و توی سواحل مختلف جریان به شکل دیگه ای خواهد بود. ولی اینکه رود نیل یک مقدار پک و پهن‌تر بوده در ابتدا میتونه درست باشه و خب همون پهنای بیشتر رود نیل همین امروز هم عرض زیادی داره میتونسته تجسم یک خلیج رو هم ایجاد بکنه. بله میگه به گمان من حتی 10,000 سال هم کافی خواهد بود. در این صورت چرا نپنداریم که قرنها پیش از تولد من خلیجی بسیار بزرگتر وجود داشته که از رسوبات رودی که این بزرگ پر شده است. اما چرا راجع به این خلیج عربی که هرودوت داره ازش صحبت میکنه دقیقا ما دریای سرخ رو عنوان میکنیم که باید همین خلیج عربی باشه؟ چون این مختصاتی که عنوان کرد یعنی طول این خلیج 40 روز با قایق پارویی طی میشه و عرضش هم حالا اینطوری که هرودوت داره میگه در پهن‌ترین نقطه نصف روزه و همونطور که توی دو بند قبل‌تر یعنی بند 9 توضیح میده در مورد مسافت‌های آبی هر روز رو تقریبا باید برابر با 85 کیلومتر حدودا در نظر بگیریم و اگر اون رو ضرب در 40 بکنیم عدد 3400 کیلومتر به دست میاد که همونطور که تو تصویر میبینید با اون گزارشی که هرودوت و توصیفی که از خلیج عربی میکنه به نوعی برابره. اما در مورد عرض این خلیج از لفظ پهن‌ترین نقطه استفاده شده که بیشتر با باریک‌ترین قسمت همخونی داره تا پهن‌ترین قسمت، یعنی اون نصف روزی رو که برای پهن‌ترین قسمت این خلیج گفته شده چیزی حدود 40 کیلومتر باید باشه، در حالی که باب‌المندب که در جنوبی ترین قسمت‌های دریای سرخ قرار داره عرضی معادل 26 کیلومتر داره و بخش‌های دیگه مسلماً همونطور که می‌بینید خیلی خیلی بیشتر از یک نصف روز طبق اعدادی که هرودوت ادعا کرده مسافت رو باید داشته باشه. پس به نظر میرسه اینجا حالا باریکترین بخش مد نظر هرودوت بوده که درست هم در میاد و طول این دریا هم همونطوری که گفتیم تا برسه به دریای آزاد که اقیانوس هند باشه اما حدودا 3400 کیلومتر رو شامل میشه و همونطوری که تو برنامه قبلی هم راجع بهش صحبت کردیم یعنی راجع به دریای اریتره این دریا از خلیج فارس شروع میشده و شبه جزیره عربستان رو دور میزده و وارد خلیج عربی یا همون دریای سرخ امروزی میشده و تا مصر امتداد داشته و به کل این دریا دریای اریتره که یک سردار اسطوره‌ای پارسی هستش گفته میشه و قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم و از این دریای گسترده خلیج فارس، دریای عمان و خلیج‌های دیگه ایجاد میشه یا بهتر بگم در دل این دریای بزرگ این دریاهای کوچک و خلیج‌های کوچکتر وجود دارن و لازم استش که ما هم برای مبارزه با تحریفات کشورک‌های حوزه خلیج فارس و همینطور ریال‌های عربستان سعودی که سعی در دگرگون کردن و تغییر نام‌های باستانی و اصیل رو دارن دست به کار بشیم و هر روز بیشتر از روزهای قبل با تکیه بر اسناد و مدارک محکم این حربه‌های دشمنان ایران ایران شهری رو خونسا کنیم. امیدوارم که از این برنامه هم استفاده و لذت کافی رو برده باشید. تا برنامه دیگه همگی شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم. تا درود دیگر، بدرود.